سلام یکشنبه شنبه چهار اسفند 92 23 فوریه 2014 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنه موضوع اول این است که دیروز صبح مجلس نمایندگان اوکراین از 387 نماینده منهای فقط یک نماینده به اتفاق به اکثریت مطلق آرا به ازل آقای یانوکوویچ رئیس جمهور رأی داد که ایشون هم از خارکوف در یک پیام تلویزیونی گفت قبول ندارم و در کیف پایتخت کودتا شده ولی بعد از اون کسی آقای یانوکوویچ رو ندیده و مفقوده گفته میشه که حتی ممکن است از اوکراین خارج شده باشه و در روسیه باشه برعکس خانوم تیموشنکو نخست وزیری که در حسر بود برای چند سال و از بیمارستان روی صندلی چرخدار به کیف برگشت و در جمع شورانگیز مردم در میدان استقلال کیف سخنرانی پرشوری کرد که در اون گفت به مردم قهرمان شمایید آنچه که مردم کردند حماسه بوده و اعلام هم کرده بود که برای انتخابات 25 ماه می کاندیدای ریاست جمهوری خواهد شد ارتش پلیس ویژه و کل نیروی انتظامی اعلام بیطرفی کردند و به این ترتیب به نظر میرسه که دیگه مقاومتی در برابر مردم نخواهد بود کشور اوکراین با 600 هزار کیلومتر مربع وسعت و بیش از 45 میلیون جمعیت ساختاری داره که کمتر از نیمی از اون روس زبانند و کمی بیشتر از نیمی از اون هم اوکراینی هستند اوکراین زبانن و پاره مفسرین صحبت میکردن ممکن است که اگر روسیه دخالت بکنه شرقش در واقع روسی پرو روس باشه و کشور تجزیه بشه اما به نظر میرسه که آقای پوتین چون این جرعتی رو نخواهد کرد رویایم که برای بازسازی امپراتوری روسیه داشت باید ایشون دفن بکنه برای اینکه خودش هم در خانه شیشه‌ای نشسته که خیلی نمیتونه سنگ بکنه آنچه که در اوکراین اتفاق افتاد و از ماه نوامبر شروع شد که پیمان تجاری با اتحادیه اروپا لغو شد از توسط آقای یانوکوویچ و روسیه هم گفته بود 15 میلیارد دلار کمک میکنه با اعتراضات مردم دیروز نقطه پایانی برش گذاشته شد این تحولات در اوکراین زنگ خطر هم برای حکومت های جمهوری اسلامی و حکومت سوریه باید محسوب بشه که متحد و نزدیک به روسیه هستند روزنامه های طرفدار آقای خامنه ای هم با لحنی یعصالود مثل کیهان صحبت کردن اخبار اوکراین رو منکس می کنند و مطرح هم کردن که این به کمک امریکا بوده و طرفداران امریکا اومدن حرفهای کلیشه ای که همیشه میزنن ولی واقعیت این است که نه امریکا و نه حتی اتحادیه اروپا حضور آنچنان پررنگی نداشتند قهرمان واقعی اوکراین مردمی بودند که چندین قدم هم جلوتر از رهبران سیاسی حرکت کردند در سوریه در سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه کمک های انسانی به سوریه به اکثریت اتفاق آرا به اتفاق آرا تصویب شد و روسیه و چین هم سنگ نکردند در ونزوئلا هم رئیس جمهور چپگرای این کشور جانشین آقای چاوز که با موج مخالفت و تظاهرات مردم مواجهه و بحران بزرگ اقتصادی که خلق کردند و ناامنی و قتل های آمار قتل خیلی بالا و ناامنی های اجتماعی خواستار این شده که با رئیس جمهور امریکا مذاکره بکنه نکته دوم این که سایت بیزنس اینساید ارزش نفت و گاز و سوخت های فسیلی کشورها رو با هم مقایسه کرده رتبه اول رو به لحاظ ذخایر نفت و گاز و زغال سنگ روسیه داره با ارزش تقریبی بیش از چهل تریلیون دلار و رتبه دوم رو ایران داره با نداشتن زغال سنگ ارزش ذخایر نفت و گازش بیش از 35 تریلیون دلار برآورد شده بعد از روسیه و ایران ونزوئلا، عربستان، امریکا و بعد سایر کشورها قرار دارد. به این ترتیب دیده میشه که ایران روی دریایی از ثروت قرار گرفته به زخایر ذخایر گاز رتبه اول رو داره در جهان و ذخایر نفت رتبه چهارم ولی مجموع اون رتبه دوم رو پیدا میکنه ثروتی که ممکن است که سی سال بعد با تغییر انرژیای فسیلی و رشد انرژی های, انرژی های اینو به هیچ دردی نخوره به همین دلیل در مقطع فعلی حکومت لایقی نیازمنده که با حد اکثر امکانات حد اکثر سرعت استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی های دنیا در کوتاه در این زمان بتواند این ثروت ها رو بیرون بیاره به فروش برسونه و صرف سرمایه های زیربنایی توسعه زیر, بنایی، توسع زیر ساخت های کشور تربیت نیروی انسانی توسعه یافته و رشد تکنولوژی که کشور بکنه به جای مصرف و آه آه، کارهای روزانه که همسال دولت احمد نجات کردند و بتواند در واقع کشور رو به حرکت با این ثروتی که هست رو به جلو حرکت بده در حالی که متاسفانه به دلیل سیاست های غلط انزوا و مشکلات تکنولوژیک حتی برای مصرف داخلی گاز کشور هم با اشکال مواجه دولت کارگر بازنشسته وزارت نفت که هفته پیش خودسوزی کرده بود به دلیل اینکه از منزل میخوان بیرونشون بکنن خانه های سازمانی در بیمارستان درگذشت. دبیر شوراهای اسلامی کار هم استان تهران هم از دیوان عدالت خواسته که تا قبل از پایان سال به شکایت کارگران برابر ماده ۴ که قانون کار که باید حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تعیین بشه رسیدگی کنند در سال جاری 487 هزار تومن حداقل دستمزد بسیار فاصله داره با نرخ رشد تورم و برای سال آینده باید شاید دو میلیون تومان رو خط فقر محسوب کرد و دستمزد حداقلی باید بالاتر از اون قرار بگیره نکته سوم اینکه جامعه دفاع از حقوق بشر به حکم شش سال حبس تعذیری سعید مدنی فعال و پژوهشگر اجتماعی و ده سال تبعید او که مورد تایید قرار گرفته اعتراض کرده رضا ترابی پناهجوی 23 ساله ایرانی که در کشور پاپوا در اردوگاه مانوس کشته شد جنازش قرار به ایران برگرده دیروز در ملبورن استرالیا هم به دعوت حزب استرالیایی های سبز در مقابل کتابخانه ایالتی ویکتوریا تظاهراتی بود که هزاران نفر شرکت کرده بودند و به اعتراضشون رو به دولت استرالیا در بدرفتاری با پناهجویان اعلام کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با روزنامه فیگاروی فرانسه در خصوص رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد گفته که به قوه قضایی مربوط نیست و پای اخویش رو بیرون گذاشته و در واقع این رؤسای هر سه قوه به زبان بیزبانی و یا با زبانی بارها مطرح کردند که حصر رهبران جنبش سبز دست شخص آقای خامنه ای است نکته چهارم اینکه 600 مسئول بسیج دانشجویی از سیاست های وزارت و علوم انتقاد کردند که اصلاح طلبان رو در مستر کارها قرار میده اساتید سکولار رو برمیگردونه دانشجویان ستاره دار رو برمیگردونه و خلاصه در یک کلام چرا وزارت و علوم با سیاست های سرکوب چند سال گذشته همراهی نمیکنه وزارت و علوم البته اعلام کرده که دیگه رئیس دانشگاهی رو تعویض نمیکنه مگر اینکه دوره اون رئیس دانشگاه تمام شده که پاره از این رؤسای فعلی به انتهای دورشون نزدیک میشن اما حسین قدیانی نویسنده چهار یادداشت در روزنامه وطن امروز علیه توافقنامه ژنو که عنوان هالوکاست هسته ای رو داشت و مدیر مسئول این روزنامه تندرو رضا شکیبایی به دادسرا احضار شدن بر اساس شکایت شورای امنیت ملی که به مطبوعات ابلاغ کرده دیگه راجع به توافق نامه چیزی ننویسن و انتقادی نکنند. در واقع به سرنوشت این اقدام که کاملا خلاف آزادی بیانه به نشون میده که مسئله پروژه هستی هم به سرنوشت قطعنامه 598 و جنگ منجر شده که یک جنگ بی حاصل یا یک پروژه بی حاصل نقطه تسلیمش باید که درش گذاشته بشه و با مردم در میون نگذارن اما نکته آخر این که در برگزاری نهمین کنفرانس بین المجالس اسلامی دوره های مختلف مجلس عکس نمایندگان رو به دیوار زده بودند. دوره ششم مجلس ششم رو برداشته بودند که مجلس نمایندگان اصلاح طلب بود که پاره از اونها همین الان در زندان هستند و آقای کازم جلالی نماینده برگزار کننده این اجلاس گفته بود که من بیخبرم و لابد اشتباهی شده به هر حال آبرو ریزی مثل از این بزرگتر نداریم چیزی مثل اون کلاه کلمنتیس که میلان کندرا نوشته و در کشورهای کمونیستی خیلی تحریف تاریخ اتفاق می افتاد. اما روزنامه کیهان هم در خصوص مقام معظم رهبری فرمودند که جرفندیشی رهبری و تشخیص دقیق ایشان از نظر متخصصان شگفتانگیزه. انصافا هم این مقدار نادانی آقای خامنه ای شگفتانگیزه در خصوص مسائلی مثل اقتصاد ایران مدیریت کشور یا همین پروژه هسته ای اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران